تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدیم و مخلوق، برای رشد ما نسخه میخواییم، راهنما میخواییم و نسخه ما قرآنه. پاس سخن قرآن نشستیم ببینیم خدا با ما چی میگه. از اول قرآن شروع کردیم، الحمدلله رب العالمین. الان آیه 390 از سوره بقره هستیم، جزء 2. با هم بشنویم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگن بجنگید، ولا تعتدوا، ولی از حد تجاوز نکنید، خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. این آیه مسئله مقابله به مصر مطرح میکنه، همون که میگه لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کن نه زیر بار ظلم بر. اگر کسی شما را میکشد، به شما هجوم میاره، شما از خودت دفاع کنید. این آیه میگه دفاع واجبه. خب، ولا تعتدو، یه نکته من بگم. صفات خوب ممکنه در یه جای خوب نباشه. مثلا رحم خوبه، اما به پلنگ رحم کردن خوب نیست. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. سخاوت خوبه، اما از مال خودت، از مال مردم. یا مثلا علم خوبه، اما بعضی جا ندونستن بهتره. حضرت علی علیه السلام جا پیغمبر خوابید، او شبی که پیغمبر هجرت کرد. اینجا ارزش علی و کمال امیرالمومنین ببینید که ندونه. اما اگر بدونه که کسی کارش نداره، ممکنه بگه خب منم بخوابم چون پیغمبر. اینجا ارزش وقتی است که انسان ندونه، میگه من جو پیغمبر میخوام، پیش بنگت میشم، اگر اومدن تو رو بکشن منو بکشن. اینجا ارزش بینه که حضرت علی ندونه که آیا جو پیغمبر بخوام میکشنش، وگر نگه بگه آقا حضرت علی میدونستن نمیکشنش، خب منم بخوابم جو پیغمبر. پس ببینید، سخاوت ممکنه در یه جای خوب باشه، در یه جای خوب نباشه. علم ممکنه در یه جای خوب باشه، در یه جای خوب نباشه. اما چیزی که همه جا خوبه و هیچ استثنا نداره، عدالت. هیچ کجا در مورد نداریم که بگن عدالت اینجا خوب نیست. همه جا عدالت خوبه، عدالت خوبه. با همسر، با فرزند، با دوست، استاد، شاگرد. اینجا میگه با دشمنتون هم عادل باشید. ولا تعتدو، اگر اون به شما حمله کرد شما از خود دفاع کن، اما میگه ولا تعتدو، تجاوز نکنید. یه دندون شکست یه دندون، گوش برید گوش ببر. ولکم فی القصاص حیات، یه سیلی زد یه سیلی به یه سیلی. خب حالا این یک مسئله که نکته‌ای که عرض کردم اینه که تمام کمالات ممکنه در یه شرایطی خوب باشه. نماز اول وقت خوبه، اما در یه جای نماز اول وقت نباید انسان بخونه. پزشک تو اتاق جراحی سر عمل ششم بیمار رو پاره کرده داره جراحی میکنه، یه وقتی بگه من برم نماز بخونم، خب ممکنه مریضه بمیره. نماز اول وقت، ولذا قرآن هم روایت هم نمیگه نماز اول وقت، میگه و الصلاة لوقتها، نماز در وقتش بخون. ممکن وقت نماز شما الان اول وقت نباشه، بره شغل شما، نماز اول وقت و صلاته لوقتها. اصل در نماز اول وقته، اما روایات ما اول وقت بعضی هاش گفته، اما بعضی روایات هم میگه لوقتها. گاهی وقتا ممکن انسان در یه شرایطی، طواف خوبه، اما حضرت دیده کسی
بیرون طواف اشاره میکنه به یه نفر، گفت آقا ایشون اشاره میکنه به شما، گفت بله کاری داره، گفت خب برو کارش انجام بده، گفت آخه مشغول طوافم، فرمود وقتی یه مسلمون گرفتاره طوافتو رها کن ببین مسلمون مشکلش چیه. شما میگین مالک یوم الدین ایاک نعبد و تت نماز بستون کن، میاد میگه حق منو بده، عجله کن، راضی نیستم. اینجا اسلام به شما اجازه میده نمازتو بشکنی، بده مال مردم رو بدی، برگردی دو وقته بگی الله اکبر. امام حسین صبح عاشورا فرمود هر کس از به مردم بدهکاره بره بدهی مردم بده، حق الناس مهمتر اینه که بیاد جزو یاران امام حسین شهید شید، ولذا شهید همه گناهانش بخشیده میشه جزو حق الناس. اگر به مدیون مردم و به مردم بدهکاره خدا اون گناهان بخشه، دین مردم حق مردم. اجمالا این مسئله مهمیه که انسان باید بدونه ارزش ها کجا ارزشه. سکوت ارزشه اما بعضی ها فریاد ارزشه، فریاد ارزشه اما بعضی ها سکوت ارزشه. چیزی که همیشه ارزشه همه جا نسبت به هر کس عدالته. خب این نکته اول. نکته دوم این که ما با دشمنان چه کنیم. قرآن راجع به دشمنان 4 تا برنامه مطرح کرده. 1 خودش یه نکته، بسم الله تعالی مصاحبه تو خیابون با دشمنان چه کنیم؟ پاسخ قرآن 1، اول میگه بی اعتنا باش و دع عذاهم، راهش بگو. قرآن میگه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، افراد جاهل که با تو برخورد میکنن با مسالمت رد شو. و اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو میگه دری بری میگه با کرامت رد شو. والکاظمین الغیظ، غیظ دو قورتش بده. یه مرحله با آدمای نااهل، حالا چه دشمن چه دوست، یه مرحله ودع عذاهم، باید رهاش کن. مرحله دوم نه، رهاشون نگاه میگه فاعرض دع عذاهم، سوره احزاب آیه 48. یه مرحله میگه اعراض کن فاعرض عنهم، سوره نساء آیه 63. یه مرحله پررنگتره میگه وغلظ علیهم، سوره توبه آیه 73. وغلظ علیهم یعنی باشون خشن باش. یا آیه میگه فقاتل الذین، اینجا باشون بزنگ. اجمالا اگر دست بسته نبردن کارشون نرشته باش، اگر رکی کرد زدن تو هم خشن باشون برخورد کن، اگر دست به اسلحه بردن مقابل مسخون شما هم دست به اسلحه ببرید. خب جنگ مسلمین برای دفاع از خودشه، برای دفاع از دین خداست. قرآن فرمود که اونها میخوان لیطف و نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، شما باید دفاع کنید از مکتب. اونا که جنگ میکنن میخوان شما رو تسلیم خودشو بکنن. لن یرضا عنک، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. و جنگ اونها به خاطر اینه که شما دست دین تو بردارید، تسلیم اونها بشید و شما باید مقابله مسکن. پس خلاصه ای آیه 190 از سوره بقره این شد. 1 پیاماش اینه، دفاع و مقابله به مثل از حقوق انسانی است. اگر کسی با ما جنگید ما هم با اون میجنگیم. فقاتلو کیا، با کیا بجنگیم؟ الذین یقاتلونکم، اونا با شما میجنگن، شما هم دفاع کنید. هدف از جنگ میگه فی سبیل الله، هدف جنگ گرفتن آب و خاک و نفت و استعمار و انتقام نیست، دفاع از حق یا حذف عنصرهای فاسده، آزادسازی افکار و نجات انسانها از خرافات و موهوماته. گاهی وقتا قرآن میگه فقاتلوا ائمه الکفر، این رهبران کفر بکشید، به خاطر این رهبران نمیذارن امتها درست فکر کنن. گاهی وقتا جنگ ما یا به خاطر دفاع یا به خاطر آزادسازی فکرها. بت می‌پرستن. آخه انسان عاقل در مقابل جماد سجده کنه، اشک بریزه. خب اگر تهجر بود، اسلام میگه با شرک بجنگ، این تهجر را بشکن. خب مسئله لا تعددو تو این جا نیست. بارها تو قرآن فرموده که لا تعددو، سفارش و عدالت پی در پی در قرآن شده. ظلم و ستم رشته محبت خدا رو پاره میکنه، ان الله لا يحب المعتدين. در جنگ ها هوس ها نباید باشه، میگه فقاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا بجنگید نه هوس.
من دوست دارم سردار قادسیه بشم، من دوست دارم فلان، رو هوس نباشه، رو تعصب نباشه، گرفتن غنایم نباشه، برای خودنمایی و سمعه نباشه. با اینکه اونها علیه شما جنگو شروع کردن، ولی شما بازم دفاعتون هم برای خدا باشه. این آیه 190 خلاصه آیه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، ما جنگ طلب نیستیم، اما اگر کسی به ما حمله کرد برای رضای خدا از خودمون دفاع میکنیم. در دفاعمون هم اخلاق داریم، دفاع در مرز عدالت. عدالت خیلی مورد عنایت اسلامه. با بچه ها عدالت. مادری دو تا بچه داشت، سه تا خورما، خورما رو که می‌خواست تقسیم کنه یه خورما رو داد به این یکی، یه خورما رو داد به اون یکی، خورما سوم با دقت نصف می‌کرد. امیرالمومنین فرمود مادر تو به خاطر دقتی که داری که می‌خوای فرقی بین بچه‌ها نذاری، تو اهل بهشتی. اصلاً حتی در حیوان‌ها به ما گفتن عادل عدالت مراد کنه. در نامه 25 امیرالمومنین به مسئول زکات میگه اگر شتورای زکاتی رو گرفتی داری مثلا میبری جایی، نکنه یه شتور 3 دقیقه سوار شه، یه شتور 10 دقیقه. ولی یعدل بین صواحباتها، صواحب جمع صاحبه، حیوانی که سوارش میشی، یعنی اون حیوانی که سوارش میشی یه جور سوار شه. اسلام عدالت رو برای همه افراد در نظر گرفته. خب از این بحث بگذاریم. آیه 190 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.